به این وقتی شما داری این ویدیو رو میبینی، یعنی دست رسیده به یوتیوب، تا یوتیوب تونستی بیای، پس قطعاً تا چت جی پی تی هم قطعاً میتونی بیای و خیلی کار باش راحت تره. ببین، میایم تو اپ استور و سرچ میکنیم اوپن ای آی و اولین چیزی که میاره معمولاً برنامه اصلی چت جی پی تیه که حالا برای گوشی من وزنش میگم، سایزش 84 مگه. اینو دانلود میکنیم و بازش میکنیم. به محض باز شدن با این صفحه روبرو میشیم و اینجا continue with گوگل رو میزنیم که اکثرا یه دونه آدرس ایمیل گوگل داریم دیگه، یه جیمیل داریم، continue، و اینجا آدرس ایمیل هایی که با گوشیمون ساینین کردیم توشو بهمون نشون میده، یکیشو انتخاب میکنیم. به همین راحتی ما وارد محیط چت جی پی تی شدیم و میتونیم بی نهایت ازش سوال کنیم. مثلا ازش سوال میکنم موضوع کتاب به سوی کامیابی چیست؟ یعنی جوابشو توضیح میده، ولی فقط این نیست. خب مثلا همین کار رو ما تو گوگل هم میتونیم بکنیم، میزنیم موضوع کلام فلان یا خلاصه کتاب فلان، هستش مقاله هایی که راجبش نوشته شده. اما خیلی کارهای پیچیده تری میتونیم بکنیم. ببین، اول از همه میخواییم یه صحبت جدید باز کنیم. ببین، وقتی یه صحبت باز میکنی، الان مثلا سوال، نگاه کنم چی مینویسم، چند صفحه هست، ببین، من فقط گفتم چند صفحه است. تو گوگل ما هیچ وقت نمیتونیم بپرسیم بگیم صاف چند صفحه است، چی چند صفحه است. حالا اونو باز میتونیم تو سرچ بیاریم، ولی منظورم اینه که اینجا ما یه موضوعی رو باز میکنیم، میدونه داریم راجع به چی صحبت میکنیم و تو همون موضوع میتونه پیش بره. این کجا به کارمون میاد؟ یه وقتایی از یه موضوع خیلی پیچیده‌ایو که قابل سرچ نیست، میتونیم بیاریم اینجا براش توضیح بدیم، تعریف کنیم، بگیم شرایط من اینه، توی این موقعیت گیر کردم و راهکار چیه، یا حتی سوالم نکنیم، شرایط من اینه، توی این موقعیت گیر کردم، و شروع میکنه صحبت کردن با همون. این نسخه صوتی هم داره که فعلا یه خط در میون کار میکنه. ببین، بغل علامت هدفون رو میبینیم، میزنیم اینجا، از همون choose voice رو میخواد که صدای مختلفیه. I'm really looking forward to working on some cool stuff together. کانفرمو میزنیم و میره برای وضع شدن، که خیلی وقتا وضع نمیشه، ولی بعضی وقتا وضع میشه. احتمالا الان چون همچنان سرورشون شلوغه وضع نمیشه، این کانکشن فیل زد. ولی وقتی میریم رو اون حالت دیگه، همین فارسی رو باش حرف میزنی و فارسی رو با همون صدایی که انتخاب کردی باید حرف میزنه، یعنی کامل تو میتونی بشینی باهاش صحبت کنی. حالا الان شلوغه، ولی اینم به زودی راه میفته و قابل استفاده میشه. ولی فعلا نقدن چیزی که 100% در اختیار اون هست، نه شماره ای میخواد، نه محدودیتی داره، نه هیچی، همینه که بشینیم مثلا اونو براش بنویسیم و ازش مشورت بگیریم، راهنمایی بگیریم، بیا به کمک این تحقیقات کنیم. خیلی جوابه. بجز این، ما این بالا سمت چپ دوتا خط میبینیم که روش میزنیم. اینجا چیزایی که قبلا سرچ کردیم، قبلا راجبش صحبت کردیم و برامون میاره. بعد خودش هم یه تایتل بهش میده. حالا اینجا نوشته زبان دردیده پس از پیپ. اینجا راجب پیپ و گزش زبون مثلا سوال کردم ازش، یا محتوای کانال کیوان تیپس چیه که زیاد درست جواب ندادین و این به سوی کامیابی. ببین، خیلی خوبه که آدم بتونه خودش مسائلشو حل کنه، بالغانش اینه که آدم بتونه خودش هندل کنه همه این مسائلشو. اما یه وقتایی هم هست که آدم به یه مشورت نیاز داره و دانای کل پیدا نمی کنیم. آدم های دور و برمون تو اون موضوعی که ما میخواییم اصلا تخصص و آگاهی ندارن، همه جوانه بود نمیتونم بسنجم. واسه همین یه مشاوری مثل چت جی پی تی داشتن کنارمون خیلی چیزه
ارزنده ای میتونه باشه و روز به روزم میبینیم که داره باحال‌تر میشه. تا الان من مستقیم راجبش صحبت نمیکردم به خاطر اینکه سخت بود، شماره تلفن میخواست، شماره ایران نبود، بازار آلوده ای داشتین داستان تو ایران حداقل برامون. ولی الان بعد یه سال و نیم که چت جی پی تی اومده انقدر راحت در دسترس اومده و میبینید چیز خاصی هم نمیخواد ازمون، حتی اکانت ساختن هم لزومن قرار نیست بسازیم، با همون آیدی گوگلمون وارد میشیم و شروع میکنیم استفاده کردن. و مثل من میتونیم بذاریم پایین دم دستتون باشه که یادتون باشه این هم هست. خود من اینو گذاشتم اینجا که تو ذهنم باشه فقط گوگل نیست، این هم هست و میتونی ازش مشاوره بگیری. حتی میبینید چقدر راحت تره. حتی اپ گوگل رو من نمیذارم دم دستم و سعی میکنم ازش زیاد استفاده نکنم، چون هر کاری که توش میکنی هی کشش رو نگه میداره و درستم به نشون نمیده، الکی حجم آیفونمون اشغال میکنه. سعی میکنم از اون از اپ گوگل خیلی کم استفاده کنم، ولی یه همچین چیزی نه دیتای اشغال میکنه، نه حجمی داره، نه هیچ. یه کانکشن اینترنت میخواد و به همین راحتی بکنیم اپ رو بستیم، صاف روش میزنیم و یه چت جدید باز میشه. لازم نیست بریم تو چت هامون یه چت جدید رو انتخاب کنیم، همیشه رو چت جدید باز میشه و میتونیم اینو بزنیم، حالا صحبت کنیم باهاش که حالا وصلم نمیشه، بیخیالش میشیم، بینویسیم روی پام گده در اومده که نمیدونم زگیل هست یا میخچه، ممکنه قده یا میخچه باشه، بهتره یک پزشک مراجعه کنید تا تشخیص دقیق‌تر بدید. تو دیوار خصوصیات میخچه چیه؟ میگه وقتی فشارش میدیم سفت میشه، اگرچه معمولا بی خطر و در برخی موارد ممکن است نیاز به درمان داشته باشه، به خصوص باعث عدم راحتی یا زیبایی پوست شود. خصوصیات زگیل چیه؟ قرمزی، تورم، درد، گرمی و ممکن است مایه یا پوست مرده در مرکز زگیل باشد. اگر فکر میکنید قده‌ای که دارید زگیل است، بهتر است با پزشک مراجعه کنید تا تشخیص دقیق بگیرید و درمان مناسب. یه ذره باش ور میری، اول جواب درستی نداد، صاف زدمون تو دیوار، گفت برو دکتر. ولی خصوصیات ها رو که میگیریم حالا همینو هی میتونیم عمیق تر شیم. پای من هم رنگ پوستم و سفت هست. یعنی میتونه قده چربی باشه، میتونه میخچه باشه. حالا مثلا من تو ذهنم میخچه پا رو در نظر گرفته بودم. خیلی میشه قشنگ باهاش بریم جلو و تا حدود زیادی کلی دیتا پیدا کنیم ازش. واقعا چیز ارزنده ایه، واقعا میتونه کیفیت زندگیمونو تغییر بده و به چشم ترند روز و فلان و اینا نگاش نکنین. حالا الان چت جی پی تی 4 او ترند شده، صحبت میکنه، خیلی باحال‌تر شده، تصویر رو میفهمه، ولی فعلا در همین حد باش را بیفتیم تا اونا مجانی شه، در دسترس بیاد، انقدر راحت چه کار باهاش و بعدم راجع به اونام صحبت میکنیم. اما تا امروز، تا اینجا به نظر من حتی اگه عادت نداریم تو گوگل سرچ کنین، تو چت جی پی تی حتما این کار رو بکنی، خیلی راحت تر از سرچ توی گوگل. تو گوگل سرچ کردن تا حدودی قلق داره، مثلا تو یه جمله بنویسی که سوال تو بنویسی، خب معمولا به جوابای تو دیوار میرسی، مگر اینکه یه موضوع خیلی مهم و بزرگی باشه که همه باهاش درگیرن، اون موقع به جواب درست میرسی. ولی با چت جی پی تی میتونی دقیقاً هر جوری که دلت میخواد موضوع رو مطرح کنی. و ببین بعضی ها توان اینو ندارن، اصلا چیز نیست، چیز منفی نیست، ولی بعضی ها توان اینو ندارن مشکلشون رو یه خطی بگن. چرا؟ چون اصلا آگاه نیست به مشکلش که این یه خطیش میشه این،
تو ذهنش 10 تا مسئله با هم قاطیه و راجبه این داره حرف میزنه، یهو این انشابش هم میاره وسط، یا نیم ساعت میکشه فهم مسئله شو بگه. خب حالا این میخواد مشکلشو حل کنه، چجوری باید سرچ کنه تو گوگل؟ عملا شده این نیست، ولی با چت جی پی تی دقیقا با این مدل گفتن هم میتونی حل کنی. یعنی یه چیز میگه، بعد بهونه دومتو میاری، میگه آخه این شرایط هم اینجوریه، نمیتونم فلان کارو بکنم. همین جوری باش میری جلو و آخرش به جواب میرسی و جوابهاش هم خیلی جمع و جوره. کم کم آدم یاد میگیره که با این یه خطی حتی صحبت کنه، یعنی تو یه خط مسئلهشو مطرح کنه. ولی خب یه خطی هم نبود، اوکی اوکی، هیچ فرقی نمیکنه. خلاصه که از این نظر برای رفع مشکلات، برای مشورت گرفتن، صد هیچ سرچ گوگل رو میزنه و به خصوص برای کسایی که سرچ کردن حرفه‌ای و بلد نیستن، این بهترین چیزه و به بهترین نتیجه میرسن. مراقب خودتون باشید، تا بعد، خدافظ.